ایجاد ائتلاف بزرگ ملی، هشدار جدی برای حکومت اشرف غنی. ایجاد ائتلاف‌های بزرگ سیاسی نشانه بارز از مردم سالاری است و بدان باید با دید مثبت نگاه کرد. در دیگر کشورها که مردم سالاری در آنها نهادی نشدند، اپوزیسیون‌ها با برنامه‌ها و طرح‌های مثبت وارد کارزار سیاسی می‌شوند و در نهایت با همان طرح‌ها و پلان‌هایشان برنده می‌شوند. در افغانستان اما تا امروز هر گونه ائتلافی که ایجاد شده در نیمه راه از هم پاشیده، دلیلش هم منافع شخصی هر یک از رهبران بوده. اما رهبران فعلی در افغانستان هر کدامشان به اندازه کافی تنبیه، تحقیر، توهین و تبعید شدند و درس خیلی خوب از تکروی‌هایشان گرفتند. بنابراین اگر رهبران فعلی ائتلاف بزرگ افغانستان از گذشته درس گرفته باشند، می توانند با برنامه‌ها و طرح‌های اساسی که تضمین کننده آینده مردم باشند به پیروزی دست یابند. هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. ائتلاف کنونی ترکیب محکم از تمامی اقوام و جریان‌های سیاسی در افغانستان است. از نظر توان سیاسی قوی‌تر از حکومتند. در نخستین گام این ائتلاف بر اساس قانون و اساسات دموکراسی تأکید بر انتخاباتی شدن والی‌ها کنند تا در این صورت مردم سالاری بیشتر حاکم گردد. در قدم بعد سیستم فاسد انتخابات را تغییر دهند تا مبادا باری دیگر سرنوشت ملت بزرگ را گوسفندان تعیین کنند. رهبران کنونی در افغانستان باید سیستم را ایجاد کنند که اگر فردا روز خودشان باشند یا نباشند، زندگی مردمشان تضمین باشد. در حالی که از یک سو حکومت زندانیان طالبان را از زندان رها می کند و از سوی دیگر طالبان هر روز با انجام حملات انتحاری مردم را گروه گروه به خاک و خون می نشانند، نیاز است که یک تغییر کلی و اساسی در شیوه خودسرانه حکومت ایجاد شود. 17 سال تضرع و زاری در برابر دهشت افغانان هیچ فایده نداشت و برعکس آنان را گستاختر و وحشیتر ساخت. اکنون اگر رهبران ائتلاف بزرگ میخواهند که دیگر تحقیر و توهین نشوند و محبوبیتشان را نزد مردم از دست ندهند، پس بجای امتیاز گرفتن شخصی و خانوادگی دنبال تغییرات اساسی باشند. در غیر آن فردا روز حتی گورشان را طالبان منفجر خواهند کرد. رام شارمان، افغانستان ژورنال. برای دیدن گزارش ها و برنامه هایمان چینل یوتیوب افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید. افغانستان ژورنال، نگاه متفاوت به قضایا در افغانستان.